ریپل استخراج پذیر نیست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که یک تعدادی ایجاد شده و در بازار قرار گرفته. بله میگم اینا رو مقایسه با هم نکنید. این توضیح دادم که مثلا این 600 خودی چه قیمتش از بیت بیشتر نیست. میزان استخراجی که انجام شده به کل استخراج اون سال هست. روندش رو ببینید که اگر روند مناسبی بود، یعنی از مثلا شاید این 639 از 1000 خورده اومده، الان من ترون رو بعد بریم سوابقش رو ببینیم، شاید از عدد خیلی بیشتر اومده، خب خیلی بده، صرف عدده کمک نمیکنه. هر چی بزرگتر باشه، بله عدد با رویکرد روندی، هر چی این عدد بزرگتر باشه یعنی شما رشد توش ببینید، با ارزش تره در مقایسه با هم دیگه. ببین اگر فقط نقطه‌ای داری نگاه میکنی، فقط 600 رو داری نگاه میکنی، 5 و 40 و 70 رو میبینی، بعد به خودش بسنجی. اگر میخوای دیتایی داری که میتونی سوابق هیستوریکالش رو ببینی، این روند رو که در آوردی فقط به خودش باید ببینی، و زمانی این با ارزش خواهد بود که منبع هم در وهله اول استخراج پذیر باشه و مثلا اینایی نباشه که یه دفعه ارزش شده تو بازار. برای ترکیب یه سبد بهمون کمک میکنه این رونده رو در بیاریم. اگه این از مثلا عدد پایین رسیده به بالا، مثل بیت کوین که داریم میبینیم رونده رو، این عدد با ارزشی میشه، روش رفت و نزدیک طلا هم هست، به عنوان طلای دیجیتال هم بهش اشاره میکنه. بله روند تعیین کننده است توی این. و کجا میشه تو چیدن سبد چی کرد؟ شما از بین 8500 خورده ای کوین میخوای یه سری به درد بخورش رو پیدا کنی. اون ویدیو 2020 رو نگاه کنی، گفتم که کل مارکت کپ مثلا 92-3% مارکت کپ توی چی در چیز میشه خودش رو پیدا میکنه؟ تو 50 تای اول. و وقتی تو 50 تای اول هست یعنی اینکه من تو اونا بگردم، نه تو پرت و پلاهای دیگه. پس یه فیلتر زدم، تو فیلتر دوم برم سراغ S2F، یه سری دیگه کم کردم، بیام برم سراغ این که یه مقداری هم بهش چیکار کنم، فاندامنتالی نگاه کنم، مثلا XRP دقیقا میده رایت تو دپوینت، میره سراغ سویفت بین بانکی، بعد میام هیستوریشو میخونم میبینم چیکار کرده توی کشورهای عربی. خیلی از کشورهای عربی دارن روی حوزه بانکیشون از XRP استفاده میکنن، تو ژاپن داره استفاده میشه، تراکنش موفقی که از ژاپن به کره جنوبی خورد سال 2017 اگر اشتباه نکنم یا 18 بود، که رسوندش به 4 دلار از 10 12 سنت. خب این هم از این وبسایت که ازش بعداً استفاده کنید. دو تا هم که گذاشتم، این آقای تونی خودمونم تونی ویز هم گذاشتم، بریم سراغ اینجا. اینم که براتون گفتم، این سوتی ایشون هست که گفته بوده بین که لینکش رو گذاشتم، ولی خب کار ایشون با ارزش، رینبو رو گذاشتم. عرض شود که میگه که استاک فلو پیش بینی میکنه برای بیت کوین که تا 2024 به 288000 دلار برسه. مقالهشو بخونید. این هم بحث این وبسایت، هم وبسایت مفیدیه، حتما توش باید عضو بشین. در مورد طلا و آلت کوین ها بهمون تیز میکنه و نقره، با این کاری نداریم الان. و خب همون داستان ادعایی که شده بود بر خصوص اینکه میتونه بیت کوین شبیه همین مدلش مثل همون استرولوژی ها باشه. اینم ببندم، گذاشتم، اینم گذاشتم براتون، اینم همینطور، اینم همینطور، اینجا همین. خب اینجا اینو ببندیم، با این کاری نداریم. اینم لینکش براتون گذاشتم، این نسبت 1.625 هم که گفتم خدمتون، سنتیمنت. بله، آسترولوژی درسته، کتاب رو
ببخشید کتاب ستاره بینایی نجومی از معامله‌گران شما میتونید اینجا تصویر کتاب رو پیداش بکنم روش کلیک بکنیم اون رو شاید برسونه. کتاب رو خب این کتاب ستاره بینی رو بذارید من یه ذره دیگه نگاه کنم. بزرگان ستاره بینی با نمونش دانش ستاره بینی کتاب الان ستاره آها خب سوال چی بوده که کتاب آسترولوژی الان می نویسن رینبو سقفش ببینید تو رینبو کفش رو گفتم که حدود 40,000 تا بود، سقفش رو توی SUF گفتم که میشه تو ابتدای 2016 به 1,000,000 دلار برسه. کانال فرمودید؟ بله عرض کردم. خب اینم بذارم اینجا تمام شد کتاب. ولی حالا نه این لینک رو بی زحمت ازش استفاده نکنید، نه اینی که میخوام نیست. من این کتاب رو پیدا میکنم چون یه استاد خیلی معتبری هم اومده اینو ترجمه کرده از دانشگاه اصفهان و اینو اومده چیز کرده. اینو خواهش میکنم یه دیگه از دوستان زحمت بکشه یه بار دیگه به من یادآوری کنه، من لینک کتاب بگیرم مثلا بذارم توی همین گروهتون. خب ساعت 9:05 دقیقه است و فکر میکنم همتون خسته این. خسته شدین دیگه بابا این یکی بشینیم بر حرف بزنه، من خودم خسته میشم. بریم سراغ من یه مقدار دیگه میخوام ادامه بدم. آقای مهندس یوسفی یه کاری کن، شما یه خود با ما همکاری کنید. خواهش میکنم، خدمت لازم است. خب عوامل اوکی این معلومه 9:05 دقیقه است، یه ذره دیگه ما هم بریم جلوتر. همه اوکی هن؟ یه نفر اگه مخالف باشه به قاعده کلاس، چون من گفتم 7 تا 9 شبه خارج از عرفه که من میخوام تحمیل کنم چیزی رو به کسی. بسیار عالی، میریم پس یه ذره دیگه بریم جلوتر. عوامل تاثیرگذار در قیمت بیت کوین چیا هست؟ پول بیت کوین پول فیات نیستش. پس ارزشش پول فیاته، یادتونه اون ویدیو رو دیدیم توی دوره مقدماتی با هم دیگه، دوره 0 تا 100 ارزش پول فیات میاد بالا، اون بیت کوین میره بالا، رو S2F داره دقیقاً میزنه زیر خال سیاه، که میزنه وسط خال سیاه، زیر خال سیاه رو بگیر نشونه بزن وسط خال سیاه، و دقیقاً همین اتفاق داره رو بیت کوین میفته، ارزشش میره بالا. تنس شدن پاداش استخراج الان چند تا بابت استخراج بهمون میدن اگر ماین بزنیم بریم کار ماینینگ؟ اوایل 50 تا بود، بعد شد 25 تا، بعد شد 12 تا 12.5 که مربوط به قبل از اردیبهشت ماه سال 99 بود سال جاری، و الان به 6.25 رسیده و 6.125. بله 12.5 تقسیم بر 2 و 4 سال دیگه چه عددی میشه؟ میخوام یه تیکر با هم، این بازی ریاضی نیست و واقعا میخوام یه چیزی از توش در بیاریم برای هم دیگه. این که و حالا این 6.125 تقسیم بر 2 که گفتیم، 6.125 تقسیم بر 2 شد 3.6
یا همون 3.1، این تقسیم بر 2 بعدش میشه 1.5، یعنی سال 2028 شما 1.5 بیت میتونی استخراج کنی و تا سال 2030 قسمت عمده ای از بیت کوین ها استخراج شده. و هرچی بریم جلوتر، یعنی بریم به این 1.25 رو، 1.5 رو اگر تقسیم بر 2ش بکنیم، دیگه از سال 2030 میشه 0.76 میزان پاداشه. یعنی این همه به کوبه کار بکنه کمتر از یه بیت میگیره دیگه. حالا اون موقع است که همون جریان 10 سالی که ما الان در میگردیم، میگیم 10 سال پیش کجا بودیم، از الان اگه پلان کنیم برای 2030 میتونیم بگیم که سر جای درستی بودم. حداقل نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین بسیار تاثیرگذاره رو قیمت بیت کوین، در نظر داشته باشین، یه فاکتور مهمه. بیت کوین پول فیات نیست، در نتیجه ارزشش رشد میکنه. مدل های اون داستان کلکی که نیکسون زد و براتون توضیح دادم. معرفی بیشتر بازار کریپتوکارنسی بر اساس ساپلای دیمندی که در بازار کریپتوکارنسی انجام میشود باعث شده آدم های بیشتری وارد بازار شه. خیلی غریبه نیستیم دیگه، توی جمع دوستانه داریم با هم صحبت میکنیم چقدر تعداد آدم های دور و بر جامعه کاری و خانوادگی شما درگیر بازار کریپتو هستن، به نسبت بگین چقدرشون درگیر بورسن. من حداقل از بین همکارانم و دوستان قدیمیم که حالا اکثرشون اینا بورسی هستن، شاید بگم این نسبت 10 به 2، 10 به 3، ولی 3 هم نمیشه، 10 به 2 که درگیر بازار کریپتو هست. یعنی بازار کریپتو هم شروع کردن یا درگیر بازار هستن یا به صورت خاص فقط کریپتو دارن میزنن. پس در نظر داشته باشین که این معرفی بیشتره آتران آشنا میشن میان. همین کلاس های آموزشی نامه چقدر زیاد شده همه یک به ده. آقای عقیقی عزیز، من هر موقع که شما یه چیزی می نویسین یاد همون سری میفتم که میکروفونتون یه دفعه واز شد و عرض شود که 27 بیت کوین میمیره، میمیره 27، ولی تا اون موقع رشد بسیار ده از ده به خدا. ایشون آقای حاجیان میفهمن که تو آسترو گفته که 2027 میمیره. ممنون میشم اون لینک آسترو رو برای من حالا هم تو گروه بزنی هم شخصی هم برای من بفرستی، برام جذابه ببینم، چون من همون آسترویی رو پلتفرمایی که دیگه نگاه میشه شروع آکواریوس دیگه، حالا داستاناشو نمیخوام اینجا بگم، حیف میشه بریم سر چیز بحث خود همون فاینانشال استراتژی مطرح میکنه. شما سیگنال خروج قطعی رو برج دوی امسال گرفتین توی اونایی که آسترو زدن، پایان برج دوی امسال آسترو قشنگ سیگنال خروج توی استاک مارکت رو داده. حالا با ما خیلی نمیخوایم برای استرولوژی یقه باره کنیم. خانم روز هم میفهمن که 10 از 10 بی ام بی رو سبد اون باشه. بی ام بی که خوب داره رشد میکنه. آره چرا نذارید؟ اینه که داره خوب رشد میکنه، اصلا چشتون رو ببینید، مثل کشاورز عددی که دارین اینجوری تقسیم کنید توی اینجوری تقسیم کنید توی پولی که دارید تو کریپتو قطعا میبرید. فعلا اینجوریه ها. ذریب همبستگی رمزارزها کوریلیشن خیلی اهمیت داره برای تشکیل ثبت و غیر از استوفه، پس کوریلیشن هم مهمه. رابطه طلا اس ام پی و 500 با بیت کوین در نظر داشته باشیم، تا یه فاصله بازار بیت کوین با بازار اس ام پی 500 که میدونید بازار شاخص بورس 500 شرکت برتر امریکا هست، رابطه مستقیمی داشت و خوب هم داره رشد میکرد، تا این داستان تعویض ترامپ و رئیس جمهوری و ترامپ دیگه در اومد دست ترامپ، یه دفعه این رابطه خارج شد. هرچه بیت کوین به عنوان یک موجودیت مستقل بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه، یعنی آدم ها نتونن با توییت کردن تاثیر بزنن رو قیمتش، کوریلیشنش رو با این مارکت ها کم بکنه، مسیر خودش رو راحت‌تر و سریع‌تر میره. حتی شما دقت کرده باشین رو طلا هم می‌بینید که تو طلا هم یه دفعه یه به قول ریزشی توی طلا انجام شد، پول از توی طلا اومد سمت بیت کوین. حتی آدمایی که توی این حوزه خب صندوق‌های بزرگ طلا دارن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری میوچوال فاندا یا ETF‌های بزرگ طلا دارن، اومده بودن اظهار نظر کردن یه عدد قابل توجه منتقل شده به بازار کریپتو روی به صورت خاص بیت کوین که به طلای دیجیتال ازش یاد میکنه و میگن اگه 1% منابع بچهای آدم میگن بچه آدمایی که تو حوزه طلا دارن کار میکنن منتقل بشه به بازار